به نام خداوند بخشنده و مهربان و با درود و سلام به شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با ما این و با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. آقا امروز خیلی حس خوبی دارم. یک کاربری چند وقت پیش برامون تو تلگرام یکم فوش داده بود و خلاصه چند موردی رو که سوال خیلی از دوستان خاکستری هم هست رو مطرح کرده بود. تا جای ممکن سعی کردم بابت هر جوابش یه ویدیو از سرخط بفرستم. امروز صبح دیدم پیام داده با 70% حرفات موافقم، ولی باید جلوی این اختلاس ها گرفته بشه تا مردم نسبت به آینده کشور امیدوار بشن. اینکه یه نفر با دیدن سرخط حداقل چند درصد تو افکارش تغییر ایجاد بشه یعنی یه حس عالی و خوب. امیدوارم دوستان کلیپ های سرخط رو واسه هر کسی که فکر میکنین میتونه تصمیم درست رو بگیره بفرستن تا هر روز شاید بیشتر شدن اتحاد ملی باشی. دشمن خیلی خوابای بدی برای ایران ما دیده و ما که اونا رو با دقت دنبال میکنیم وقتی این نقشه های سیاهشون رو میبینیم و میشنویم بیش از همیشه زنگ خطر باید برامون به صدا در بیاد. بهترین روشی که میشه نقشه های این جماعت رو خونسا کرد افزایش سواد رسانه‌ای مردم هست. وقتی مردم بدونن که اینا هدفشون از این پیام ها چیه دیگه کم کم بازار این مکاره ها از رونق میافته. بارها تو این کانال هشدار دادیم که این شبکه‌های سعودی و لندنی یا امثال مسیح و سام رجبی و علی محمدزاده و باقی پادوهاشون از سرویس‌های جاسوسی پول می‌گیرن. اینا یا شخصا با این سرویس‌ها در ارتباط هستن یا اینکه با واسطه. همه در جریان هستید که چند وقتی هست دارن روی اختلافات آذربایجان کار می‌کنن و انواع و اقسام فتنه‌ها رو هم شاهد هستیم. حالا ببینید که مسیح پولی نژادم داره از آب گلالود ماهی میگیره و توییتاش رو به زبان آذربایجان میزنه. وقتی میگیم اینا همگی یه هدف رو دنبال میکنن اما با روش‌های مختلف یعنی چی؟ شما که ادعای دلسوزی برای ایران و مردم ایران رو دارید، از جمهوری اسلامی بعدتون میاد، دیگه چرا دنبال تجزیه هستید؟ تا دیروز داشتن زار میزدن تا تحریم‌های ایران برداشته نشه، بعد الان که تحریم‌ها به مردم عادی فشار وارد کرده شروع کردن به ننه من غریبم بازی. این توییتو به انگلیسی زده و نوشته قلبم از دیدن ترس و ناامیدی مردم به درد اومده. یه عمر واسه تحریم لابی کرده. هر کشوری خواسته با ایران مراوده داشته باشه رفته خودشو به در و دیوار زده که تحریمو بر ندارید. حالا واسه فقیر شدن مردم اشک تمسا میریزه. این یعنی نهایت بیشرفی. از یه طرف مدعی هستن که مردم ایران دچار قحطی شدن اما از اون طرف تمام زورشون رو زدن تا تحریم‌های ایران گسترش پیدا کنه. اینا مأمور شدن تا اقدامات غرب رو ماله بکشن، اینکه تحریم‌ها رو توجیه پذیر کنن، اینکه تمامیت ارضی ایران رو تضعیف کنن و بر تبل جنگ بکوبن. اینم بشنویم که ارباب کوچیکشون بدجوری خودشو خیس کرده. هولاتا مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفته تمایلی واسه استفاده از راه حل نظامی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نداریم. دنبال درگیری با ایران هم نیستیم. به دنبال کشاندن آمریکا به سمت درگیری نظامی با ایران نیستیم. گزینه‌های دیگری برای رسیدگی به تهدید ناشی از بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران مد نظر داریم. از اولم گفتیم شما مال این حرفا نیستید و فقط قپی میایید. الانم که فهمیدن آمریکا فقط بلد بقیه رو وارد جنگ کنه، سلاحاشو صادر کنه و از دور نظاره‌گر باشه، ولی خب دیر به این نتیجه رسیدن و الان وارد دوران بده بزنیم شدیم. حالا کارشناسای سعودی رو ببینید که چطوری دارن آتیش میگیرن. شما وقاحت این جماعت رو ببینید که چطوری دارن حمله نظامی به خاک ایران مقدس رو تبلیغ میکنن. الان مسئله در ابعاد نظامی و حمله به تاسیسات اتمی مطرح میشه. به نظرتون رویکرد اسرائیل فرق میکنه در مواجهه با مسئله هسته ایران؟ چیزی که در حال حاضر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی روی میده یک نوع واقع‌گراییه. شاید افرادی صلح‌گرایان نسبت به این مواضع اسرائیل واکنش منفی نشون بدن، اما آنچه که برای بقای اسرائیل وجود داره، برای بقای بشریت وجود داره، چون انسان‌های زیادی در اونجا هستن، تقابل با یک حکومتی هستش که خودشو به عنوان محور شرارت در منطقه نشون میده و این واکنش طبیعی هستش و عملگرایان معتقد هستن که باید در مقابل کشوری که به سلاح هسته‌ای دست میابه ایستادگی کنن و اون رو از خطری که در آینده تهدید میکنه منع کنن. واسه نجات بشریت باید به ایران حمله نظامی بشه؟ اینا دیگه شرم و حیا رو کنار گذاشتن. بعد ایران محور شرارته و این رویکردها طبیعیه؟ بعد یه عده این شبکه‌های سعودی رو قبله خودشون قرار دادن.
حمله کردن به یک ایران پیش از دسترسی به بمب بسیار ساده تره، با تمام دردسرهاش، با تمام درگیریهاش، بسیار ساده تره از درگیر شدن با ایرانی که یک بمب هسته‌ای داره. دقت میکنین چطوری هم دارن نخ میدن؟ اینا خودشون فهمیدن که مردم ایران هر چقدر با هم مشکل داشته باشن، بازم اینا دشمن خونی تک تک ایرانن و اینا با توسل به آمریکا و اسرائیل میخوان ایران رو صد تکه کنن و هر تکه رو یکیشون صاحب بشه. الی کوهانیم، نماینده مبارزه با یهود ستیزی در دولت ترامپ که یک ایرانی الاصلی، در گفتگو با سعودی نشنال گفته الان بهترین فرصت برای حمله نظامی به ایرانه. این شبکه ضد ایرانی بدجوری از اقتدار ایران آتیش میگیره. البته پشت اینا بن سلمان و بنت و نتانیاهو هستن که خط میدن. چند وقت پیش یک کامنت رو خوندم که اش تو چشام جمع شد خودش، و تا قهرمانانی همانند آقای افشار داریم، دشمن خیال یه وجب از این خاک رو هم به گور خواهد برد. آقای عباس افشار در زیر یکی از ویدیوهای سرخط نوشته بودن: با سلام به شما پسر گل ایران زمین، من دهه 40 هستم و جانباز نخایی. الهی دوستان بگردم، اگه روزی جنگ شروع بشه بدونید ویلچر رو کنار میذارم، اگه کاری ازم بر نیاد میتونم کیسه شن شما عزیزان بشم که حداقل سنگر شما باشم. اصلا عزیز گل من، به والله اینا لیاقت ندارن که حنجرت رو خسته کنی. اینا همونایی هستن که جنگ شد بلیط دستشون بود و از ترس با رژ لب زدن فرار کردن، حالا دایه وطن وطن سر میدن. دورتون بگردم، هر شب درد دارم، ولی وقتی اراده و صدای عزیز شما رو میشنم میبینم تو جنگ رسانه شما هم مثل هم قطاران من کم نمیارید. ما عاشق ایران و ولایت هستیم، به یک روغن و ماکارونی نمیفروشند وطنمون رو. فدای شما، خسته نباشید. درود آقای افشار عزیز. امروز اگه ایران ایرانه، به خاطر مجاهدت و از خودگذشتگی شما قهرمان ها هست و انشالله این مشکلات اقتصادی هم رفع بشه تا شاهد پیشرفت روزافزون ایران باشید. ایران به نقطه‌ای رسیده که اقتصاد جهان بهش گره خورده و به زودی مجبور میشه این محاصره اقتصادی رو بشکنن، وگرنه خودشون هستن که اول غرق میشن. بلومبرگ در تازه‌ترین مطلبش نوشته غرب باید برجام رو هر طور شده احیا کنه، چون بازار انرژی به شدت تشنه نفت و گاز ایران هست. از یه طرف جمهوری خواهان میگن ما برگردیم میزنیم زیر همه چی، از یه طرف هم از این ور دارن التماس میکنن که بیاین توافق کنیم تا بحران انرژی کاهش پیدا کنه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با خوشحالی اعلام کرده که مانع مذاکرات متوقف شده پس از گفتگوهای جدید انریک مورا در تهران برطرف شده است. توافق نهایی در دسترس است. پاسخ ایران به اندازه کافی مثبت بوده است. این خبرم خیلی مهمه برای اون عده که فکر میکردن تو غرب آزادی و دموکراسی حاکمه. معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یک پست توییتری اعلام کرده که در مسیر بروکسل، زمانی که از تهران باز میگشتم، بدون هیچ توضیحی توسط پلیس آلمان بازداشت شدم. یک مقام اتحادیه اروپا در یک مأموریت رسمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی، پاسپورت و گوشی‌هایم را هم ضبط کردند. اکنون به همراه دو همکارم، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل در وین و رئیس گروه ویژه ایران سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، آزاد شده‌ایم. ما را جدا از هم نگه داشتند. ارائه هر گونه توضیح در مورد آنچه که به نظر نقض کنوانسیون وین هست خودداری کردن. دقت کردین؟ طرف یه آدم معمولی هم نیست، بعد بدون هیچ توضیح پلیس آلمان گرفته و گوشی و مدارکش رو هم ضبط کرده. بعد کافیه نیروی انتظامی ایران به دختر بگه خانم مدارک ماشین رو بدین تا از زمین و آسمون بر علیه نیروی انتظامی نفرت پراکنی بشه، و دختره هم به خودش جرأت بده تا توهین کنه و حمله ور بشه. بعد میگیم خیلی از کارمندان آژانس یا جاسوسن یا توسط سرویس‌های جاسوسی کنترل میشن، یه عده باور نمی‌کنن. رضا نصری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در صفحه توییتر خود با اشاره به بازداشت موقت انریک مورا، هماهنگ کننده گفتگوهای وین در بازگشت از تهران در فرودگاه فرانکفورت توسط پلیس آلمان، نوشته با توجه به اینکه مبدا سفر انریک مورا ایران بوده و گوشی‌های موبایلش که ممکن است حاوی اطلاعات مربوط به ملاقاتش در تهران بوده باشد ضبط شده، جادر ایران از دولت آلمان نسبت به بازداشت موقت او توضیح بخواد. اینا برای ما دموکراسی رو تبلیغ میکنن، ولی نوبت به خودشون که رسید حتی حوصله ظاهرسازی رو هم ندارن و میتونستن همین کار رو خیلی بی سر و صداتر و آرومتر انجام بدن. تو دنیای امروز باید کلاتو محکم بچسبی، وگرنه 100 تا صاحب پیدا میکنه. در حالی که ایران از هر طرف بین دشمنان محاصره شده، یه عده میگن موشکو بدیم تا مذاکره کنیم. یه مدت هم یه سریاشون میگفتن قایقای سپاه و ناپای ارتش باعث ایجاد تنش میشه و باید همه رو غلاف کرد. اینو واسه اونا میخونم. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد ناوگروه 80 نیروی دریایی ارتش بامداد امروز با دریافت پیامی مبنی بر حمله 15 قایق دزدان دریایی به کشتی تجاری ایرانی در دریای سرخ با دزدان دریایی درگیر شد.
با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل آتش بین دو طرف، دزدان دریایی متواری و کشتی تجاری ایرانی با سلامت کامل در حال عزیمت به سوی مقصد می‌باشد. با توجه به شیوع پدیده دزدان دریایی از سال 87 تا کنون، ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش دائما در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و اقیانوس هند در حال گشت‌زنی و اسکورت ناوگان تجاری ایران و کشورهای دیگر هستند. همکنون ناوگروه 80 نیروی دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند در حال انجام مأموریت است. باید دست تک تک کسایی که واسه امنیت و آرامش این مرز و بوم تلاش میکنن رو بوسید. جالب، همونایی به ما میگن باید پهپاد و موشک و قایق و خلاصه نیروی انتظامی رو غلاف کنین که خودشون بودجه نظامیشون از مجموع 9 کشور بعدی بیشتره. این صحبت روبه پهلوی رو ببینید که حتی خودش هم از صحبتاش خندش میگیره. این نظام قابل دوام نیست، خودشون هم خوب میدونن اینو. باز میگم من نمیدونم کی این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم زودتر که باقی مانده عمرم رو بتونم واقعا به اون مملکت خدمت بکنم، ولی من حتما در ایران خواهم بود. خودش هم میدونه که این آرزوها رو به گور میبره. میلیاردها دلار ثروت ایران دستشونه، ولی حاضر نیستن یه ریال واسه مردم ایران خرج کنن که هیچ. منتظرن مردم کشور رو دو دستی به اینا تحویل بدن. کسی که مدعی ایرانی بودن هست ولی حتی دخترش فارسی رو بلد نیست و حتی یه روز تو عمرش کار نکرده، باز میخواد بیاد کشور رو اداره کنه. زنش با هزار تا تبلیغات رفت کمپ پناهندگان ایرانی در یونان، ولی فقط 4 تا عکس و 2 تا مصاحبه کرد و تموم. دیگه حتی پیگیری هم نکرد. این مردم یک روز هم اجازه نمیدن که یه متر از خاک ایران به دست اجنبی و کارگزاری شبکه‌های جاسوسی سعودی صهیونیستی بیفته. صبح و شب دارن کلیپ‌های آرشیوی از هجوم مردم به فروشگاه‌ها رو منتشر می‌کنن تا نشون بدن مردم ایران متحد نیستن. اما اون که در واقعیت اتفاق می‌افته رو ببینید. چپ کردن تریلی حامل روغن در دزفول آلمان و نگهبانی مردم با فرهنگ اروپایی از بار این تریلی تا چیزی از بارش کم نشه. اردیبهشت 1401 بله تک روغن مایه خواست برای انبار چپ کرد همیچون متاسفانه این مردم سر دسفول سرا سیامنسون بار روغن در منطقه مدل کلیولی سر خیابو سر حمزه آقا مدیونید اگه فکر کنید این دزفول ایران باشه و اینا هم ایرانی باشن. اینا آلمانی هایی هستن که فارسی یاد گرفتن. اینجوری بگیم بلکه شوهر عمه ها تو گروه های فامیلی منتشر کنن، وگرنه افت کلاس داره از ایران و ایرانی تعریف کنند. خیلی ازتون ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد واسه دوستاتونم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.